برام خدا سلام بر شما و برنامه نگرش خوش آمدید. در حمله افراد گروه تاشت بر مسجد امام زمان در شهر کابل بیش از 100 تن از هموطنان ما کشته و زخمی شدند. مقامات دولتی همواره به مانند گذشته این حادثه را نیز محکوم کردند. اما تعداد از شهروندان کشور نقد بر عالمان دین دارند. اونا میگویند که علمای دین در موضوعات بسیار کوچک واکنش جدی از خود نشان میدن، اما در موارد بسیار مهم از جمله حملات انتحاری، قتل و کشتار هیچ نوع واکنش آنچنانی از خود نشان نداده است. موضوع بحث برنامه امشب نگرش این است. من مصطفی فیضی هستم. مهمانان من در بحث خانم قدریه یزدان پرست، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر، آقای دکتر ظلمه زابلی عضو مجلس سنا و آقای باباجان سیغانی رئیس مرکز تحقیقاتی اقره. مهمانان گرامی سلام، به برنامه خوش آمدید. آقای سیغانی بحث با شما آغاز میکنیم. حالا گروه های توریستی داعش، طالب و دیگر گروه ها روی چه اهداف می آیند به اماکن مقدس و همچه عملات را اندازی می کنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و من ازلم و مم منع مساجد الله اید کرافی هسمه و سعافی خرابی ها الآیه صدق الله العظیم. پروردگار بزرگ می فرماید که کیست ظالمتر از کسی که منع کند مردم را از مساجد خدا که او اونها در مساجد خدا یادی از خدا را میکنن. این که چی کسی میآید و این کار را میکند، چرا با کدام اهداف این کار را میکنه، خیلی بحث گسترده و کلان هست. اما فشرده بیشتر کوتاه بفرمایید. یکی از چیزهایی را که سیاسیون و اهل نظر مطرح میکنن، میگن برای بدنام کردن اسلام این کار را میکنن. شعارشان اسلام است. تعداد دیگری هم تفسیرهای دیگری میکنن، میگن که جنگ های تشیع و تسنن از شام، از عراق آمده در افغانستان و میخواهد که این جنگ ها را در افغانستان تکه تکه و پارچه پارچه دوباره شعله‌ور کنه و مذاهب با هم بجنگ کنه. دیدگاه برادر کوچک شما که در مقابلتان قرار دارم این است که این حملات برای این است که برای جهان بشریت دیگر بگوییم که بس است، با اسلام باید کنار نیامد. اسلام این است که باید یکی دیگه خود باید بکشیم. یعنی ادیان دیگر به نحوه از آنها برخورد سیاسی میکنن تا چهره خشن از اسلام را کنن؟ به هر حال نه تنها ادیان، ادیان هم دیگر آن کار یهودیت و نصرانیت و زردشتیت و اینها کاری به جایی نکشاندن. اونا پیش از پیش خاتم شده بودن. وقتی که اسلام آمد ادیان دیگری منسوخ شد و امروز هم خیلی چلش و چلن نداره. غیر دمو کاتولیکا و در همونجا یک مقدار یک دوشه شهر است که در اونجا دین وجود دارد. در اروپا و امریکا دین نیست، دین در کلیسا هست، سیاست در دست سیاستمدارا هست و همین نظام سکولر حاکم است در کل دنیا. سیاست جدا شده. بله، هر انفجار و هر انتحاری که در جوامع اسلامی در کشورهای اسلامی میشه، شما ایره باور بکنید که قرآن انفجار میکنه، دین انفجار میکنه. شما چند قبل شنیدین که انگلا مرکل گفت که چرا مردم مسلمان به طرف مکه نمیره که طرف ما میایه، طرف اروپا میایه. معنایش چی است؟ معنایش این است که شما مسلمان ها یکی دیگه خود را میکشین، شما یکی دیگه تان انتحار میکنین، شما یکی دیگه تان انفجار میتین، شما در واقع مردم خوبی نیستین، مردمی هستین که برادر مسلمان خود را میکشین. کسی که کلمه لا اله الا الله میخونه او را شما میکشین. در واقع یک سوال میخوام آقای سیغانی اینجا شما بپرسم، مگر مردم خوب، انسان‌های خوب برادرکشی میکنن؟ نمیکنن. خیلی خیلی سوال خوب داره. پس پیام خانم مرکل مشخص است. پیام خانم مرکل برای کسانی است که جنگ، از راه جنگ میخواین که حکومت بکنن. اینو ما نمیتونیم نسبت بدیم به طالبان و داعش. ما 40 سال است که این کارو میکنیم. امروز هم اگر اقتدار از یک تعداد اشخاص سیاسی ما بگیرین، اونها انتحاری میشن، انفجاری میشن، میرن در کوه بالا میشن، میزنن شهر پارا پارا میکنن، تک تک میکنن. و یک چیزی معلوم است، همه روزا ما شما میشنویم که اگر اینطور نشود باز ما در کوه بالا میشیم، اگر این رقم نشود ما میریم در کوه و میزنیم یکی دیگه خودمون میکشیم. شعار قومیت، شعار ملیت، شعار مذهب. امروز تنظیمای جهادی سیاسی ما از چی تشکیل شدن؟ امروز یکی از سیاسیون ما ابراز نظر کرد، خیلی خوب مطرح هم کردن،
ما نداریم تنظیم ملی. امروز ما با شعار قومیت و زبان و تذکره الکترونیکی ما با کجا کشان؟ ما در واقع یک ملت بسیار جاهل هستیم، یک مقدار بسیار بسیار عقب مانده هستیم، یک ملت بسیار زیاد بسیار زیاد پس مانده هستیم که در واقع جنگ، تروریسم. شما میبینید که امی پشه ها امی پشه ها در کجا جمع میشن؟ هر جایی که یک مقدار کثافت باشه، هر جایی که یک چیزی شیرینی که اونجا افتیدگی باشه در اونجا با هم جمع میشه، در یک قاب که صاف و صفا باشه، اون ششتگی باشه در اونجا پشه چی میتونه؟ پس شرایط در افغانستان مساعد است. بله، شرایط افغانستان، جهل مردم افغانستان و ملت پرستی سیاسیون افغانستان و مذهب پرستی سیاسیون افغانستان باعث میشه که یک تعداد مردم بیاین اینجا لانه کنن و به نام های مختلف ملت محروم و بیچاره افغانستان در سر نماز انتحار انفجار بکنند. ما تنها یک نقطه دیگر هم اشاره میکنم، تنها مسئله تشیع نیست. او رو در سر نماز جنازه در تسنن همین انفجار نشد. همه اینها همه یک چنین چیزی است. آقای زابلی، میپذیرین ما ملت جاهل هستیم، ما ملت عقب مانده هستیم، ما ملت پس مانده هستیم، افغانستان شرایطش مساعد است؟ با دیدگاه آقای سیغانی موافق هستین که اینجا همه عملات صورت میگیرد؟ میشد شکر اول تر از من به جناب مولوی صاحب خواری ما جزم پرسته و به تمام بیننده محترم تلویزیون آریانا نیوز. ملت ما یک ملت بسیار غیور است. ملت ما را ما گفته نمیتونیم که ملت ما جاهل است. ملت ما غریب است. ملت ما گروگان گرفته شده. از مجبوریتی ملت ما سیاسیون ما فعلا یک سوء استفاده میکنن. بدبختانه که ما به 142 حزب سیاسی تقسیم شدیم. متاسفانه که ما در یک حالت قرار گرفتیم که از یک طرف غربی ها بری ما میگه ما دوست شما هستیم، از طرف دیگه اونا بری ما استراتیجی را میسازه که ما گویا پاکستان بعد از این منزوی میسازیم، ولی ما شما را دست بسته پاکستان سری ما شما قار کرد، ما شما را به پاکستان تسلیم کرد. گویا اگر امریکا و متحدینش در این قسمت ما شما را کمک نکنه، این استراتژی مطلق به ضد منافع ملی افغانستان است، به ضد منافع ملی منطقه است، خصوصا به اتفاقی ما. یک چیزی که جناب مولوی صاحب اشاره کرد که ما موافق هستم به او که ما شما بدبختانه یک ملت غیور هستیم، یک ملتی هستیم که با ارزش های فرنگی خود داریم، یک تمدن داریم، ولی بی اتفاقی که در فعلا نمی تقریبا یا 40 یا 30 یا 35 یا 40 سال بسیار روی کار است از دستی نمی مردم های سیاسیون، از خاطر نمی مداخله به جای سیاسیون که هر کدام یک حزب ساخته به نام قوم خود. پس مشکل اساسی برمیگردد بر زمون سیاسیون که حزب قومی سمتی و مذهبی ساختند. بله، اونا که اصلا به مفهوم سیاست یا برای یک ایتو یک مفهوم برای خود ایراد کرده که حزب سیاسی یعنی یک قوم خود غافل گیر کردن، قوم خود سوء استفاده کردن، از قوم خود به اصطلاح برای منافع شخصی استفاده کردن، اونا این حزب سیاسی نام نمیدند. در غیر از ما شما بیش از یکی دو حزب اگر داشته باشیم که افغانستان شمول باشه، یک کمک رسوخ داشته باشیم، متبقی از عربی ما شما مطلق قومی است. شما اگر یک حزب از عربی بینید هیچ پشتون دو پیدا کرده نمیتونید، هیچ ازبک تو وجه نیست. این چه رفته دارد با فعالیت های مخالفان مسلح یا گروه های توریستی چون داعش چون طالب؟ اینا خب جزء از احزاب افغانستان نیستن. شما ببینین جناب فیضی صاحب، اونا خود درست است که جزء افغانستان نیست. اونا همی کشت بی اتفاقی را برای ما و شما کشته. هر سفارت که ببینین یکی از احزاب یا دو حزب اتمند افغانستان اونا تمویل میکنه، اونا را حمایت میکنه، اونا میتبشن پالیسی. شما ببینید یه وقتا که جناب حکمتیار صاحب راجع به برادرای پنشیری ما گفت که تنها در گروسوالی ما 600 جنرال، چه حجت است به حکمتیار که میامی گپ میزنه؟ خودت خواه آمدی، اگه خودت هم میبودی همی کار میکنی. و اشاره میکنید که آقای گلبدین حکمتیار اونم جزی از پروژه های یکی از سفارتخانه هاست که میانجون موقف گیری میکنه؟ اگه جزی سفارتخانه نباشه ده ای تو یک وقتی اساس، ای تو یک گپی که اساس میکنه میشرد فیلی ما شما را اتفاقی را بار میاره. چی ضرورت است؟ و جنابی حکمتیار سه و جنابی کسایی که همراه اینا استار است نمیزه بدی تو شرایط خراب به هیچ کس نمیزه بکی و به اتفاقی که موجود است انوز ما و شما و ماتش ما و شما تیل پرتی مور خدا نخواسته شوالش انوز هم شوالوار کنیم. ما به ما این خصوصا برای بزرگا امی میزه بکی هر چه قدر میتونه یعنی امی ملت یک پارچه بسازه، این می بی پارچگی ما شما است که امروز پاکستان ور یک ملک بسیار عقب افتاده، بسیار بی فرهنگ، بی تاریخ میه در مساجد ما شما انفجار میکنن. بدبختانه از همه کرد بدبختانه که
دیروز پریروز تمام علمای کی ای اس ای تنظیم است اونا فتوا داد که د افغانستان علی بیخی جهاد رواست به خاطر کی امریکا علی پاکستان صحبت کرد. ولی بعد ای جما شما کی هم د چوکات حکومت علما را داریم، شورای علی علما را داریم، ما شما د هر مسجد علمای در که حکومت ماش میخوره، ماش کی میخوره حکومت بیسلا بد نمیگه. وقتی که یک دفاع شوه جای فتوا شوه که بزید یک مولای پاکستانی اونا باید متقابل باید فتوا میداد که او بیاد تو رو با افغانستان چی که شما جی فتوا میدید اونا زبان خود بیسلا واز نمی کنه. این به ایمان است که مولای ما که در چوکات شورای علی ماشی امریکایی ها رو میخوره مثل که پارلمان میخوره، یا اونا با بیشاره امریکا دانی خود واز نمی کنه، و یا این قدر علمیت دینی رو نداره که در مقابل فتوا اونا استدلال بکنه و یا میترسه. دی سی صفات است که دیگر عالم دین، دیگر عالم دینی که به اصطلاح دی جامعه بسیار نفوذ داره اونا باید امی سی صفات منفی را نداشته باشه. ما شما اثر منفی انمی کارایی که اکثر مولای صاحبین ما شما داره در جامعه ایستاد خود عزیز داده در مقابل امو یک رقاصه چی نام داره دا کانتیننتال کی میخواست کی کانسر پته مولایا بساتا جام شد یک کانسر اون ممانعت کردن تنسی بی معنی کی جامعه در مقابل یا استاد شده با گپای اونا گوش نمیگیره. اگر یا رسالت تاریخی خود دینی خود اسلامی خود با می رقم که الی فعلا اونا دان خود چوب گرفته امر رقم دوام بده جامعه از اونا دوری میده. تشکر خانم یزان پرست. حالا هر جنگ از خود قوانین نمی داشته باشه، این گروه های توریستی که امروز در افغانستان فعالیت میکنن لانه هایش آن جای دیگری هسته، چقدر بر این قوانین بشر دوستانه بین المللی هر چیزیت گذاشته و باز او احترام میگذارن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و بیننده های محترم شما و دوستای عزیز شریک بحث، و اجازه بفرمایید که از این تریبیون ابراز همدردی کنم به خانواده های محترم شهدا و قربانیان آسیب دیدگان این حمله هولناک تروریستی. دقیقا اساسا باید بگوییم که جنگ یعنی مخاصمانه ترین خصمانه ترین نوع برخورد بشری با هم دیگر است. اما باز هم به خاطر امی که امی جنگ هم داخل یک شیوه و قاعده شو و به شیوه حیوانی این جنگ صورت نگیره، جامعه جهانی جامعه انسانی به این شیوه هایی را وضع کرده که نامش حقوق بین الملل بشر دوستانه گذاشته شده یا قوانین حقوق بشر دوستانه گذاشته شده. گرچه از دیر باز از وقتی که بشریت خودش شناخته، انسان شهری خودش شناخته، امی پدیده جنگ هم شناخته، ولی از اون زمان هم امی جنگ قاعده داشته، مثلا آب بحرها را کثیف نکنین، اطفال و زنان را نکشین، به افراد بی غرض غرض نگیرین، کسانی که تسلیم می شود باید بله بردن از این خب پدیده است که اخیراً در طی 150 سال اخیر بیشتر نظاممند شد. دقیق اسلام هم 1400 سال بالاتر از 1400 سال بله بیان کرده بود. با اسرای جنگی برخورد انسانی صورت بگیره، یا مثلا روش های دیگه برای آزادسازی اسرا در نظر گرفته شده، مثلا اشجار دین اسلام که شما فرمودین از بین نبره. خب به هر صورت به یک نحوه هر جنگ هدف داشته و هدف ازی باید مشخص باشه که جنگنده طرف درگیر باید هدف نظامی را آماج قرار بتن نشانه بگیره. ولی با دریغ و درد که در جنگ های اخیر گروهی که در افغانستان یک گروه های تروریستی که برخواسته یا بر ساخته هر جایی که هست مثل که دوستا با او اشاره کردن به افغانستان آمده با هیچ اصول پابند نیستم، خودشانه نظاممند نمیدانن به هیچ اصول قاعده هم اسلامی هم انسانی و بشری خود پابند نمیدانند و اینا همه محلات همه افراد با هر کس که مقابل شدن می جنگند. پس اینها در قانون قوانین بشر دوستانه بین الملل در نظر نمی گیرند و هر آن کار و هر آن هدف را که داشته باشند با استفاده از هر وسیله ای را انجام میدن. بله اینا قواعد حقوق بشر دوستانه، قواعد عمری حقوق بشر، معاهدات بین المللی، قوانین داخلی، تمام اصول و قواعد انسانی و اسلامی را رعایت نمی کنند با هر کی می جنگن، با اطفال، با زنان، با اقشار آسیب پذیر در هر محل و مکانی که ممنوع قرار داده شده. شما می فهمید که از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه شما باید در جنگ اصل تفکیک رعایت کنید، اصل تناسب رعایت کنید، منع برخوردهای
کورکورانه را توجه داشته باشین، به اهداف غیر نظامی آسیب نرسانین. در غیر از او شما مطابق قسمت چهارم بند یک ماده هشت خود کنونسیون امی خود اساسنامه کیفری محاکمه جزایی محکمه کیفری ممنوع قیب جنایت جنگی خوانده شده و مخصوصا به ارزش هایی که محافظت شده آسیب برسه، این حرکت ها را جنایت علیه بشریت خواندن و جنایت جنگی خواندن که قطعا باید با اینا با این شیوه رفتار شود. کسانی که جنایت علیه بشریت مرتکب شود، کسانی که جنایت جنگی اینا دقیقا مرتکب شود یا انجام میدهد، چگونه باید با اونها برخورد کرد؟ خب متناسب با واکنششان اقدامات باید صورت بگیرد. در افغانستان دقیق واکنششان مشخص است، کنششان مشخص است، چگونه واکنش در مقابل اینا انجام شود؟ خب اول که باید به هیچ صورت قابل بخشایش نباشند، اینا محاکمه شوند. البته که ما نمیتونم که بگویم که اشد مجازات، ولی به طویل ترین مجازات ممکن، به طویل ترین حبس ممکن باید اینا محکوم شوند. اگر که ما نتونیم که اینا را پیگیری کنیم، اگر نتونیم این مجرمین را به کیفر برسانیم، در حقیقت یک نوع حمایت از تداوم حملات تروریستی را انجام دادیم. حکومت افغانستان تا کنون چنین کاری را کرده؟ کسانی که دست به همچه اعمال زده واقعا اینا را به جزایش رسانده یا خیر؟ به هر صورت همیشه انتقادات کمیسیون حقوق بشر بر این بوده که برخوردها و اقدامات متناسب با کنشها و عملکردهای تروریست ها نبوده و حتی ما طرفدار هستیم که بیشتر قاعده انگاری شود، قاعده ها وضع شود. حالی این حملات به اماکن مسئول، بر اماکن فرهنگی، بر عبادتگاه ها که پیشینی طولانی داره، شما میبینین که در طول دو سال اخیر بیشترین نشانگیری از اینا عبادتگاه های مردم است و این به یک دغدغه تبدیل شده. این دغدغه مردم باید به قانون تبدیل شود. نظام باید در پی تجویز جدیتر و قوانینی که جنبه ها و میکانیزم های تطبیقی را همراه داشته باشه باید به این بپردازه تا به ملت یک نوع ایمنی روانی بتیم، یک مسئولیت روانی بتیم. همه این مردم در حال تشویش و نگرانی هستند، همه گی دغدغه دارن. به همه ارزش ها حمله شد، آره، برای مردم افغانستان یک ارزش بسیار محترم ارزش های فکری و فرهنگی و عبادتگاه هایشان است. افراد زیاد، گروه های جمعی بسیار در محل محدود جمع میشن و خاطر روی آوردن و پروردگارشان که این هم آماج قرار میده. آقای سیغانی، علمای پاکستان در موارد مشخص اونها یک دست هستن، یک صدا هستن، راجع به منافع ملی خود میان صدای خود بالا میکنن. اونا اعلام میکنه که در افغانستان جهاد رواست. افغانستانی که بالاتر از 99% اینا مسلمان دارن، اما علمای افغانستان هم واره سکوت کردن. فکر میکنید چرا؟ چرا اینا مسئولیت پذیری را و مسئولیت پذیر نمیشون و واقعا اینا زبان ندارن که بیاین و در مقابل همچون عملات موقف گیری کنن؟ سوال بسیار خوب کردین. اولا خب من موافق نیستم که علمای افغانستان همیشه سکوت کردن. خب اینه بارهای شده که علمای افغانستان در امی مرکزی رسن به صورت دست جمعی اون گونه علمای پاکستان در قبال موضوعات مختلف با هم همصدا میشن و صدای خود بلند میکنن. دمی مرکز رسانه های حکومت تجمعی از علما بود که آقای حلیمی به عنوان سخنگوی علمای افغانستان که فعلا معین وزارت عدلیه هستن، این قطعنامه علمای افغانستان در برابر علمای پاکستان اعلان کردند و گفتن که قوانین افغانستان برگرفته شده از 90% قوانین افغانستان از فقه حنفی هست و قوانین پاکستان هیچ ربطی به دین نداره و این گپا گفته شده. اما اعتراض شما به جای است که در همین شهر کابل یک ملا میاد، یکی از همکارای ما شهید شده بود، گفتن ما جنازه زیر نمیخوانیم و این چون شهید نشده. بسیار نقطه خوب اشاره کردید. شهر کابل، شما متوجه بودین که یکی از ملاهای ما و شما دمی دو سه روزی گذشته، دمی هفته گذشته، بم در پشت کارمند سفارت آمریکا گذاشتن خانش بند. خیلی جالب هست اینجا ما تنها گلایه از علما نداریم. همین علما همگی خیست و گفت که جهاد علیه مردم افغانستان ناروا است. ما 99% مسلمان هستیم، دیگه خبر ختم میشه، این تیاره خلاص میشه. اما فکر نمی کنید که بیشترین ارزش امروز مردم افغانستان بر علما و حرف علما میگذارد؟ ما یک کشور سنتی هستیم و با توجه به رئیس سنتی بودن حرف ملا و حرف عالم بیشترین ارزش در نزد
افراد جامعه در افغانستان دارد؟ هدف ما از مطرح کردن این موضوع که همه علما به پا بخیزن و بگویند که و گفتن هم یک تعداد خوب گفتن اما به طور کفایت نگفتن. دقیق گپ شما بجای است، همگی با یک صدا خیلی گفته نشده، هر وقت موضع‌گیری نشده مقابل علما، یک دو سه دفعه شده اما اگر گفته شوم یعنی تأثیر مثبت دارم، چقدر تأثیر داره ما ایره گفته نمیتونم. پس مسئولیت خود انجام ندادن. یک نقطه دیگر هم عرض میکنم، چرا این ملا نمیخیزن و و و نمیگوین؟ باید فلسفی صحبت بکنیم. بفرمایید. چرا ملای افغان، تذکره افغان، نان از افغانستان، ماش از وزارت اوقاف افغانستان، ماش از شورای علمای افغانستان، اما گفتارش دیگرگون؟ بیاین دروازه ترخمه بسته کنین، ملا را برش مدرسه جور کنین. نصف ملای افغانستان از پاکستان فارغ شده آمدن. ملا برای ما میگه که برای ما استادای پاکستانی گفت که حتی معلم شدن هم در نهاد دولتی افغانستان ناروا است. من چیزی که اونجا تحصیل کرده استادش برش گفته، دین برش گفته، امی برش فامانده شده، آمده اینجا معلم هم نمیشه من در مکتب افغانستان. مگر اسلام دین مکمل نیست که ما مراجعه کنیم بر پاکستان؟ چرا به عوض مراجعه کردن بر پاکستان چرا بر قرآن و حدیث مراجعه نکنیم؟ دیدی مایی است. مشخص شود. دیدی مایی است. قرآن و حدیث در پاکستان برش ترجمه کرده دیگه. در پاکستان قرآن و حدیث نمیگه. اون گونه تحلیل میکنه. زمان بر صوفی و ملا سلامی که پیغام خدا ما را گفتند ما را، ولیکن تاویلشان حیرت انداخت خدا و جبرئیل و مصطفی را. این خو اقبال گفته دقیق. او تاویل میکنه که اینجا جهاد است. این ملا میگه جهاد نیست، 99% ما مسلمان هستم، قانونم اسلامی است، تو غلط هستی، جهاد در پاکستان رواست، اینجا روا نیست. این گونه میگه دین هر گونه که اینا تعبیر میکنه توجیه میکنه. بس هر کس به خاطر منافع شخصی خودش میاد. اینجا بیاییم فلسفی صحبت کنیم، حکومت بیایه با این ملا، با این مسجد، با این محراب کنار بیایه. چگونه کنار بیایه؟ کنار بیایه با این ملا فیصله کنه که من مشروع هستم یا نیستم. اگر هستم چرا نمیگی؟ اگر نیستم چرا جهاد میکنی علی من؟ بخی دیگه برو در صف طالبان ایستاد چو. نه بم در پشت خانه من نمون، من هم مشروع هستم، بین کنار بیایه. پس مشکل دو طرف، هم در حکومت هم در ملا. 40 سال است که ما منبر و ارگ با هم میجنگ، امروزه نیست. در وقتی که مجاهدین در کوه بود امیر رقم حالت وجود نداشت، یک معلم میتونست که بره در اطراف، یک دکاندار میتونست بارش کل با می چهره که شما دارین میتونستین در ساحات مجاهدین برین پرسان کنین، از موی سفیدا نمیتونستین برین، ولو که نماز میخوندین، ولو که مسلمان بودین، ولو که متدین تر از کسی بودین که اورش داشت. این درد 40 ساله افغانستان است، از اون روزی که جنگ در افغانستان در گرفتن. این دردی این روزه و دیروزه و مسجد خیرخانه و مسجد من نمیدانم حسینیه و اینها نیست. این درد تاریخی افغانستان است. همیشه عسکری افغانستان کشته شده، همیشه معلم افغانستان کشته شده، همیشه این امیر خم خانمای افغانستان کشته شده به خاطر اینکه تو در دولت هستی. امروز هم موتور رفتن نمیتونیم در یک نقطه که طالب است. ما رو میپس تا یاله که شما دقیقاً پیشنهاد کردید میست که باید حکومت با منبر بنشیند و دقیقاً ما مشکل حل بسازیم. مشکل حل بکنم. اینجا راه حل در این است که حتی زمان امان الله خان ما مشکل داشتیم، ملا ها جمع شد با امان الله خان مبارزه کردن. امروز هم تعدادی از علما در باره امان الله خان چی چیزایی میگن، ما در فیسبوک ها خب میبینیم. اینجا بین امو راست و چپ باید معلوم شود. این یک کنفرانس گرفته شود، هر کس گپ خود بگوید، عالم هم گپ خود بگوید، روشن فکر هم بگوید، حکومت هم گپ خود بگوید. یک لوی جرگه به خاطر تعدیل قانون اساسی نه، به خاطر این که ما این مشکل حل کنیم. این مشکل نمیتونیم ما سر یعنی حل کنیم، ولی یک انتیاری شده بیاین ما رای حلش بسنجیم که چطور رای حل حل میشه. در یک برنامه یک ساعتی تلویزیونی ما هم گپ حل بکنیم، اما حداقل ما شما میتونیم شمع از مشکلات حل سازیم. بله بله، یک راهگشا هست. میتونیم یک نقطه دیگر هم عرض کنم. من سر گپی جهل بیداد میکنه افغانستان. من سر گپ خود استاد هستم. امی فرخنده را طالب کشت، داعش کشت، خو این مردم کشت. مردم آمدن گفتن ایش چی کرده؟ این قرآن سوختانده. وقتی که زدن کشتن بعد از او فهمیده شد که ای آمده بوده اینجا تبلیغ میکرده بوده، ای آمده بوده این گپای خوب میزده بوده، این آمده بوده گفته که اگر پاره های قرآن آدم آتش بزنه بهتر است از اینکه زیر پای شوه. این فتوای علما است. تشکر آقای سیغانی، وقفه داریم خانم یزدان پرست، بعد پس از وقت با شما فرصت دادم میشه. بینید عزیز وقت پرست. سلام مجدد به دامی برنامه نگرش، خوش آمدید. موضوع بحث برنامه شب نگرش، حمله بر مسجد امام زمان در شهر کابل که بالاتر از 100 کشته و زخمی در شهر کابل در پی داشت.
مهمانان من در بس، خانم قدجه یزدان پرست، کمیسیونر کمیسیون مستقل حقوق بشر، آقای دکتر ظلمه صابلی عضو مجلس سنا و آقای بابا جان سیغانی رئیس مرکز تحقیقاتی ایقه. خانم یزدان پرست، 40 سال است که در افغانستان جنگ است و دقیقاً یک نوبت شباهت هایی وجود دارد. موافق هستید با این دیدگاه؟ با عرض معذرت از دوستای عزیز و از وکیل صاحب که نوبتشان کمی به تاخیر افتاد، باور من است که قطعاً شباهت ندارند. جنگ 40 سال پیش جنگ یک ملت آگاه، یک ملت درد دیده، یک ملت که علیه تجاوز می جنگیدن بدون اینکه از کس سپورت شوند، با یک انگیزه دفاع از وطن، دفاع از ارزش های دینی، دفاع از ارزش های ملی بلند شدن و دست رد بر سینه وابستگان استعمار زدن، به تجاوز زدن کشور و هیچ قدرت. در ابتدا من میخوایم بگویم، گفتم بلند شدن، من زمان بپا خواستنشان نمیگم، دست رد بر سینه وابستگان زدن، قشون تا بدن دان مسلح سرخ علیهش استاد شدن و این در وضعیتی بود که شما میبینین که چقدر خشونت این طرف حاکم است، چقدر انسانها بغل و زنجیر کشیده میشد، حتی آدم هایی که نماز میخواندن به خاطر نماز خواندن به زنجیر کشیده میشدن، به زندان ها میرفتن و گفته میشد که گویا مستند گرفته شده. طرف دیگره در و طرف خاطر حکومتی بودن، چون این اعمال را مطلب نمیشدن. اصل بلند شدن مردم به خاطر حکومتی بودن و غیر حکومتی بودن نبود، به خاطر فشارهایی بود که صورت می گرفت. به خاطر شما لست حقوق بشر دیدین، کتاب حقوق بشر نشر کرده، ملاحظه فرمودین که 5000 انسان در پلیگون پلچرخی دفن شده و تا سالهای دوام فامیلایشان نمی ماند. وقتی که انسانها بیگناه از محل کار و محل زندگیشان دستگیر می شدن و به پلچرخی می رفتن، فکر کردن از هر بار مردن بهتر از مردانه مردن و در صف مجاهدت استاد شدن. او دفاع به خاطر دفاع از ارزش های انسانی، از ارزش های ایمانی، باوری و فرهنگی بود. ولی این جنگ ها جنگ های تروریستی، جنگ های حمایت شده از جانب دشمنان افغانستان است که شما هم گفتین. همچنان که من به این باور نیستم که ما یک ملت جاهل و غافل و ناآگاه و خراب هستیم. باورم ای است که آقای سیغانی گفتن اگر ملت جاهل نبودیم چرا فرخنده را ما کشتیم. ما یک ملت هستیم که حکومت ها ادای مسئولیت نکرده در برابر ما. با آن که ما از تیوری مظلوم نمایی خوشم نمیه و همیشه در رد تیوری مظلوم نمایی پرداختیم، ولی این بار به تحقیق گفتم میتونم یک ملت مظلومه که برای هر کس قدرت دادیم، پس در جهت استقبال از ما و قدرتمند شدن و سرمایه گذاری روی عامل انسانی به سر ما کار نشده. وظیفه اصلی حکومت ها در همه جامعه انسانی است که برای افراد شخصیت بتن، برای افراد اهلیت بتن، افراد تربیت کنن. افرادی که تربیه نشده، افرادی که بیکار است، سرگردان است، بالاخره با هر ندای ابراز احساسات میکنن، احساساتی که در درونشان خفته. یک ملت که 40 سال به فرموده شما بر هر صورتی که ابتدا چگونه جنگ بود یا اخیر چگونه جنگ است، ولی 40 سال است که تداوم خشونت است. یک ملت در این وضعیت طبیعی است که واکنش های خیلی نرمال نمیداشته باشند. آدم هایی که در افغانستان کار میکنن بعد از یک مرحله به کشورهای خود برمیگردن، برشان برنامه های روان درمانی گرفته میشه، ولی انسان افغانستان 40 سال در جنگ و بدبختی بسر میبره، انتظار خیلی کارهای نابهنجار دی جامعه است. تشکر خانم یزدان پرست. آقای صابلی، یکی از اهداف حملات بر مساجد و تکایا دقیقاً ایجاد تفرقه مذهبی میان اقوام مختلف و مذاهب مختلف در افغانستان خوانده شده است. چقدر شرایط در افغانستان مساعد است که با همچه عملات واقعا مردم افغانستان این جنگ تجربه کنند، جنگ مذهبی یا تفرقه مذهبی را؟ ملت ما خوشبخت نگدم طول 1500 سال کم و بیش که اسلام نازل شده، روی کار شده، ما شما عملا مسلمان استیم الحمدلله شکر کلگی ایجاد. اما اهل تشیع و اهل تسنن این موضوع هیچ وقت بالا نشده که اهل تسنن یا اهل تشیع کدام فتوای داده باشه یا اهل تشیع، برعکس
علی علی تسنن چون شرایط مساعد نبوده و علی فیلن که یعنی برنامه را روی کار گرفته به نام داعش دی داعش نیست اصلا نگ داعش هم باشه اون نمو فلسفی است که از عرب آمده اون فلسفه خود داره هیچ به نام یک شاخه خراسان است اون را ما به یک دستم که یا تمامش امو طالبای که از عیسی است امو طالبای که از پاکستان به اصطلاح تربیه میشه اونو چلافت هزار مدرسه که اونجا انگلیس ساخته به عربستان کمک میکنه به دبی کمک میکنه به قطر تو کمک میکنه امریکا رو تجهیز میکنه علی کشور ما شما امی پالیسا را به برنامه گوناگونه به نامی که ما میخوایم که علی شیعه و سنی مبارزه کنیم بین تفرقه را خدا نخواسته ایجاد جای نداره چون یک و نیم هزار سال به فرهنگ تبدیل شده خوشبختانه در دین اسلام همچنین یک ماده ما نداریم که اهل تصحیح و اهل تصنون باید یک دیگر را بکشه این تو یک چیزی ما شما شکر یک نسل شرعی نداریم دیگر چیزی که پیشتر جناب مولوی صاحب برشان اشاره کرد که علما تاندازه یمو چی خدا مسئول خدا ادا کرده درست است بعضی علمای هستند که بسیار علمای وطن پرست است علمای است که واقعا امو به اصطلاح پیاده شدن تمام قواعد اصول دین میخواد که پیاده شوه با جرأت صحبت میکنه ولی اکثریت علما تانوز هم جرأت نکده که خودشان جمع شوه در یک هتل جمع شوه در یک دشت جمع شوه در قبرستان جمع شوه در یک مسجد جمع شوه امیر به حکومت بگه که حکومت تمام ماده دوی قانون اساسی تو آمده که تمام قوانین ما شما باید مطابق با تمام معتقدات اسلام باشه ولی ما فعلا 12 موارد از قانون اساسی میبینی که علی اسلام است امیر ملا کجاست که امی انتقاد بکنه مگر ملای افغانستان اون ظرفیت دارد که بیاید نقد بررسی کنه آزاد افغانستان ما شما ملای یک چیز دیگه برتان بگیم ما شما اقلیت نباید برای صحبت کنه اما میتونه که اما متبخره نمایی کنه یعنی کلیگی ملایه خود نیست که سیاست دور است تمام اونا امون اقلیت حالا نمیاد یک کتله بزرگ از علما رو تشکیل گناه مده انتقاد مده میجه است که همین تمام ملایه خود ملایه ما شما داریم باور کنید که مشروطت اول ما شما مشروطت دوم ما شما که امان الله خان پدر خود قربان کرد کلیگی درست امیر علمای دینی ما شما بده که رانمه ایم که جامعه را به طرف روشن فکری اونا میفهمیدن که دین مخالفی امی ترقی و پیشرفت جامعه نیست پیشتر که جناب مولوی صاحب یک قصه یک نطاق خط که یک کماندانی اردو امو تیک چی کرد امو کماندانی کرد بسال لوده بوده او اسلام نمیشناخت او اصلا امو جهاد خود که کرده او جهاد خود دیگر رقم تعبیر کرده بود او خود یک نطاق بود یک خواری ما بود هر کسی که بوده چی گناه بود که وقتی که مثل خواری ما کشیشتا در ایجابی شریر مرحب کرده باشه باز از اونجا باش تلفون کنه ما و شما امی نقصان دمی علما هست که چرا امی اصول دینه فروعات دینه سمسی با می جامعه ما شما نفهمنده تانوز ما شما نمیفهمیم که امی دین الحمدلله را میخنی ولی با معنیش نمیفهمیم دین نماز را میخنی ولی با فلسفه دین ما خبر ندارم که نامی نماز چرا برای ما شما اینقدر ضرور است هیچ گناهی ملا هست خاص دیگه خو نیست حالا گناه ملا تنها از چه گناهی حکومت هم است که با مسجد و مرکز نامدن جناب فیضی از حکومت خوش شارید از پارلمان خوش شارید در پارلمان 90% جاسوس است در وزارت 90% جاسوس است هر کدام یک اتای تو وزیر ما میشناسی که دو تا تابعیت خارجی داره از حکومت خو شارید نه در سبب لاری کنترل کرده میتونه نه در سبب اشرف غنی در مت شرایط اساس تنها جامعه ما شما را که جامعه یک سنتی است یک جامعه شدیدا مذهبی است او به مولا چی داره به مولای واقعی عقیده داره تنها مولا است که میتونه که می جامعه را از امت حالت بدبختی اونا را نجات بده یک چند وقت به ماش خود به اصطلاح خدا فهمانی کنه و اونا را بگه که او مردم او جامعه بیان که ملت ما شما هم در خطر است ارزشای ما شما هم در خطر است دین اسلام که چیزی طالب نگه نیست و طالب بگه که بعدر تو که چیزی از پاکستان فتوا میگیری فتوا او غلط است بیا که ما بر فتوا بتم کجا ملایه یک به شکل یک داو طلبانه به شکل بدونی که حکومت گفته باشه همون یک خیزشی مردمی کرده باشه که کلی ملت پشت استاد میشه نمیشه ما خود لازم می میکنه که دیگه یک سیاست مدار یک نفر به اصطلاح عالمی دینی عالمی ساینسی یا انجینر یا یک دکتر از هزار گپ بزنه مردم بهش گپ قبول نمی کنه ولی یک دینی عالمی دین اگه یک گپ بزنه باور کنی که هزار تا خیریه و هزار تا مردم به او اعتماد میکنه گپش قبول میکنه میخیزه تشکر آقای زابلی آقای سیغانی خلافت و امارت هر دو نظام سیاسی اسلام خوانده میشن خب داعش دنبال خلافت است و طالب هم دنبال امارت مگر در خلافت و امارت که صورت گرفته بود در گذشته ها در صدر اسلام کشتن طفل، زن، مرد و جوان و پیر جواز دانسته شده بود که امروز این دو گروه توریستی میان در افغانستان دست به همچه اعمال میزنن؟
بسیار سوال خوب کردیم. قبل از اینکه به پاسخ سوال شما برسم، ما پیرامون صحبت های جناب کمیشنر صاحب صحبت دارم. در فقه اسلامی ما دو رقم عبادت داریم. در اصول فقه در کتاب نور الانوار یک بحث است، یکی عبادتی است که حسنش در خودش است، خوبیش در خودش است، مثل نماز خواندن، مثل به حج رفتن خودش خوب است، روزه گرفتن خودش خوب است، شاید روزه حسن لغیره. یکی عبادتی ما داریم که حسن لغیره است، حسنش در خودش نیست اما در غیرش است. جهاد از او عبادت هایی است که حسنش در غیرش است. حسنش در غیرش چی است؟ یعنی خوبیش در غیرش است، در خودش خوبی نیست. خودش چی است؟ کشتن است، زدن است، تخریب بلاد است، حالتهای خراب است، بیکاری است، بیزاری است، این است. اما حسنش در این است که نتیجهش خوب است، تنفیذ حکم خدا، امنیت. بریم برای ما یک امنیت بتینیم. چی داریم از ثمر جهادتان غیر از اینکه 18 مملکت در اینجا آمده؟ دیگه شما چی داریم از ثمر جهادتان؟ یک کافر کشیدین 18 تا را آوردین داخل افغانستان کردین، یعنی تصمیمتان جانگیری میگیرن، خودتان گرفتن نمیتونه. ضعیفترین حکومت در تاریخ افغانستان هستین. جناب زابولی صاحب از تاریخ سیاسی افغانستان بلد هستن. بیاین یک حکومت معادل از این را پیشنهاد کنیم که کدام وقت داشتین نداشتین. حالا بیاین میریم، ما مردم کودک نیستیم که هر گپی را بپذیریم که جهاد مقدس است. جهاد نتیجهش مقدس است. اگر نتیجه مقدس برای ما دادین، دهن ما را باید بزنین، اوگار کنین، به خاطر ریزی که ما توهین کردیم نتونستیم جهاد و ثمر رسانده. یکونیم میلیون جوان افغانستان زیر تانک روسا کردین، امروز هم ما در گیری یک کافر دیگه افتادیم. بریم سر یک موضوع دیگه، بر خلافت سری موضوع شما میایم. کتاب های شورای علما مصوباتش مدارم، در مصوبات شورای علما دوسیه جلد کتاب چاپ کرده که چی گفتن در او کتاب چاپ است. متاسفانه که رسانه ها با او چیزا دورتر بوده یا رسیدگی نشده، یا نواقص از او طرف بوده یا از این طرف بوده. کلی ما شما ملت افغانستان است، چی علما چی رسانه ها، شما هم کارهای بسیار روشنگری خوب میکنه. ملت مظلومی که به هر کس قدرت دادیم، جناب وکیل صاحب میگم، ملت مظلوم، ملت مظلومی که به هر کس قدرت داریم، قدرت ها برای ما حکومت کردن نتونست، فریب خوردیم دیگه. وقتی که فریب خوردیم، کی فریب میخوره؟ کسی فریب میخوره که نمیفهمه. هر کس مرا که صبور زدن نمیتونه، شما را زدن نمیتونه، یک کسی را که صبور میزنه که او بسیار از اطراف آمده باشه، نفهمه، یک جای پیسهش به جای بونه و ضعیف باشه، موی سفید باشه، یک کسی که اطرافی ضعیف است، اطرافی ضعیف است، اطرافی ضعیف است. اکثرا اطرافیایی که نمیفهمن، سواد ندارن، شهر ندیدن، که داخل شهر شدن، یعنی ضعفشان است، نقطه ضعفش گیر میکنه. از اطراف بوده بان که من شهری و کابلستان، من بس ما اون چیز نیست. من سید جمال الدین برش احترام دارم، مولانا جلال الدین محمد بلخی افتخار بشریت است، از افغانستان نیست. ما در باره از یک کتاب هم نشته کردیم، خدمتتان باز تقدیم میکنم. ما ملتی هستیم، بیاین یک چیز دیگر رو بیاین. چند فیصد پاکستانی ها باسواد هستن؟ چند فیصد تاجیکستانی ها باسواد هستند؟ چند فیصد ایرانی ها باسواد هستند؟ ما تا 10 سال پیش یا 15 سال پیش وقت طالب 5 فیصد باسواد بودیم. حالا شاید میگه 40 فیصد ما باسواد شده باشیم یا 50 فیصد. این دلالت به ضعف ما میکنه یا به قوت ما میکنه؟ آقای سیوانی، سواد معیار جهالیت است، جاهل بودن است. شما گفتین که ما ملت جاهل هستیم. باسواد و بیسواد، بی سواد باشین دخن ما جاهل هستیم. بله، وقتی که ما بی سواد بودیم، ارادی خود تمثیل کرده نمیتونیم، نمیتونیم از یخن حکومت بگیریم، نمیتونیم مشکلات خود مطرح کنیم، در خانه خود چوب خود میگیریم، اگه انفجاری شد دو طرف میگریزیم، اگه انفجاری شد یک طرف میگریزیم، از دولت میترسیم، از پلیس میترسیم، از همه کس میترسیم. وقتی شما در یک اداره برین با امی سوادتان، جناب وکیل صاحب بره، جناب سناتور صاحب بره، از ما شما کسی رشوت طلب کرده میتونه؟ نمیتونه. نمیفهمه که اون فرای مهم فرهنگمون بده. اما یک آدمی مظلوم غریبی اطرافی بیانه او رو خود ازار میتنه بر بحث خود به امقای سیغانی، خلافت و امارت، این دو نظام سیاسی اسلام بوده، یا در نظام اسلام یا در ام در خلافت و ام در امارت، کشتن طفل، زن، مرد، پیر، جوان؟ بسیار سوال خوب کردین. چیزی که بسیار مشهور است، چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست، هیچ نهادی علمی جهانی از مکه بگی تا جامع الازهر تا دیوبند تا قم،
که یکی از مراکز تشیع است. حتی اکورد خطک یا مدارس پاکستان یک چنین چیزی را تانه فتوا نداده که الان است. اما علمای پاکستانی فتوا میده. اما علمای سیاسی پاکستان که مثل فضل الرحمن است یا کسی دیگه است، یک پی خدا میزنه و میره و ما شما در گره و داری از اون میفتیم که ولی فضل الرحمن چی گفته باشه، که فقط فضل الرحمن پیغمبر خدا مردم از پیش جور کرده. هر کس یک سیاسی یک نظر خدا میده، علمای سیاسی هر روز یک گپ میزنه، مثل که سیاستمدارای افغانستان یک چنین چیزی رو میگه، درباره یک ولسوالی گپ میزنه، درباره یک ولایت گپ میزنه، درباره اجتماع گپ میزنه، هر کس یک گپ سیاسی خدا میزنه. خیلی هم نو نباید باور کرد. شکر. حالا مخالفان مسلح با راه اندازی همچون عملات در اماکن مقدس، اینا خلاف قوانین بشر دوستانه بین الملل عمل میکنند. چگونه امکان دارد که حالا ما جامعه بین الملل بر علیه امین مردم اجماعش ایجاد کنیم و بر علیه امین گروه های تروریستی اجماعشان ایجاد کنیم و حداقل جلو ادامه همچون عملاتشان در افغانستان بگیریم؟ خیلی طرح بسامانه ارائه کردین. واقعا دیگه زمان اصدار اعلامیه های تقبیحی پایان یافته. هرچند با روش اسلامی یک حرکت درست است که اگر ما نتانیم کار دیگری انجام بدیم، یک تقبیح به زبان و اعلام و ضعیفترین موضیگیری است برای همچو اعمال که در حساب نمه و جامعه ما، وطن ما، ملت ما با موضیگیری های جدی و کارساز نیازمند است. ما باید اجماع جامعه جهانی را در این مورد داشته باشیم. ما باید کارشناسان روابط حقوق بشر دوستانه را جمع کنیم، گرد بیاریم، تحلیل از وضعیت بتیم. امی حملات از دید حقوق بشر دوستانه و از دید حقوق بشری مورد ارزیابی و بازبینی قرار بدیم و اعلان کنیم که این حمله در نوعش چگونه یک حمله است، چگونه یک حرکت است، در شمار جرایم جنگی می آید، در شمار حرکات ضد حقوق بشر و حملات که باعث ایجاد مسئولیت کیفری بر افراد می شه است یا نه. بعد از او باز تصامیم کارسازتر را به سطح ملی در این مورد اتخاذ کنیم. پس باید برنامه ریزی باید شود. حکومت افغانستان متاسفانه تا هنوز برنامه ریزی دقیق نکرده. متاسفانه که باید بگوییم که حکومت در این عرصه باید مقدار دقت و کار جدی نیازمند است و این در از دست یک نهاد و یک ارگان و یک سازمان بیرون نمیاد. این باید در سطح کلان ملی یک حرکت جدی صورت بگیره که همه این نهادهای مسئول پاسخگو شوند، همه این نهادهای مسئول جمع کنند. اینطور نمیشه که ما نقد از شورای علما داشته باشیم، شورای علما از حقوق بشر داشته باشه، هر کس به نوبه خود قدمهای گذاشته، ولی اگر یک حرکت بزرگ ملی نباشه موثر نمیشه. بالاخره جامعه هم واکنشی میشه و گاهی نقد میکنه حقوق بشر و گاهی شورای علما را. ما به این مورد باورمند هستم که علما هر از گاهی، البته که نمیشه با ذکر کلمه علما یا واژه علما ما همه ملاها و ملا امامان و علما را در این تعریف شامل کنیم، ولی هر از گاهی علما ادای مسئولیت کردن، صحبتی کردن. اما انتظار جامعه به میزان احترامی که به علما دارن، به میزان ارادتی که به علما دارن، به میزان پیروی که از علما دارن، منتظر نقش های سازنده تر و موثرتری هستند که ما هم به جامعه علما نفیر میکشم و فریاد میزنم که بخیزن تشکر. برخیزن اگر از جا صد زلزله برخیزن. بعد تشکر آقای عجبلی. خب آیا حکومت مردان افغانستان جز تقبیه کار دیگر را یاد ندارن که پس از اتفاق هر حادثه میان به رسانه و درخن حادثه را تقبیه میکنن؟ روز گذشته باز هم حادثه، روز بعدترش باز هم حادثه، تا چه زمان باید تقبیه است؟ و یکی باز از امی عبده سلما و شما امی فرهنگی کمیسون سازی، کمیسون جور میکنه، کمیسون میسازه، بعد از اون کمیسون گم میشه، نتیجهش هم گم میشه، دیگه حدیثه رخ میده، باز پشت او حدیثه اینی چیز یک لایتنایی. چیزی که شما فرمودین بسیار بجا بود، ما با خوار خود بسیار ام نظر هستم که یگانه بسلام و دوای درد فعلی ما شما حکومت نیست. حکومت فعلا نقدر پشتوانی ملت داره و نقدر جرات داره که مستقیما با سفارت امریکا با سفارت انگلیس بشینه باشم بگه شما چی گفتین در استراتژیتان، چرا باز ام واقعات رخ میده در ظرف 24 ساعت؟
امی علما است که نمی 80% به اصطلاح ملت ما و شما را که در اطراف زندگی میکنه اکثرشان یا کم سواد است یا سواد دور هستن، اینا تنها یک رای که داره بنمو فتوای که ما و شما فعلا امی طبقه علما را داریم منتظر به اونا است. اگر امی علمای ما و شما اکثرشان امی احساس دیگه پیدا بکنه بخیزه با حکومت هم صحبت بکنه که شما شریده این امی راست که ما برتان نشان میتیم، این دیگه طالب متوجه میشه که ما بس نسخه که شما را میکنید در خند دست به کار شدن علما است. علما است که اونا پیشتاز شود جامعه، اونا یک دم حکومت مجبور کنه که حکومت هم یک بعد نظر داشت یا تمامی پیشنهادات که علمای محترم میکنه اتومات اطرافا ملت هم در پشت سری علما میستاد میشه، در پشت سری حکومت میستاد میشه، میتونه که با خارجی هم صحبت بکنه، او طرف که طالب است که با فتوای پاکستان می بسیار تاثیر عمیق داره، اونا هم امکان داره که با ملای ما شما امن باشه. تشکر آقای زابلی، آقای سیغانی و خانم یزدان پرست از حضورتون در بحث ما. بنده عزیز تشکر از شما هم تا برنامه بعد شما را بر الله بینی از می سپارم.